هشتم خرداد ماه 1394 خورشیدی و 29 می 2015 میلادی امشب صفحه آخر اختصاص دارد به شاهنامه و فرهنگ ایران خب 25 اردی بهشتی که گذشت روز بزرگداشت فردوسی بود حالا نه اینکه این مناسبت تنها دلیل پرداختن امشب ما به فردوسی و شاهنامه باشه واقعیتش این است که من از هر اهل کتاب شعرخونی مخصوصا که پرسیدم چقدر شاهنامه خوندی چقدر شاهنامه رو میشناسی چرا هی خیلی میگن شاهنامه مهمه خیلی شنیدیم اینو جوابا میدونین چی بود همه نمیدونم میدونم که خود شما به ندرت سراغ شاهنامه رفتین خودمونی چرا؟ یک دلیل مهمش بی تردید نظام آموزش مدارس و دانشگاه هاست که حالا در طول برنامه مختصرم بشود بد بهش خواهیم پرداخت اما یک واقعیت دیگه هم هست از اول انقلاب 57 مخصوصا دو گروه از دو سر افراتی جامعه سیاسی ایران آمدن برخوردی با شاهنامه کردن که حالا صحبت میکنیم ببینیم چقدر درسته این برخورد یک گروه حزب اللهیای افراطی که اول انقلابم هم میخواستن برن آرامگاه فردوسی در توس رو ویران کنن اینا میگن شاهنامه تاریخ شاهانه ما با انقلاب 57 اون تاریخ پشت سر گذاشتیم بنابراین شاهنامه اهمیت که نداره هیچ ضد درزشم هم هست در ایران اسلامی یه گروه هم درست در مقابل اینا ناسیونالیست های افراتی هن. من نمیدونم بگم ایران پرستان افراتی نمیدونم به هر حال ضد عرب نژادی میبینن قضیه رو ملی میبینن که اونا میگن که شاهنامه تاریخ شاهانه و به دلیل تلاش جمهوری اسلامی که از نظر این افراتیان مسئولان جمهوری اسلامی البته همه عرب اصلا ایرانی نیستن توی همچین وضعیتی باید برای نجات هویت ایرانی رفت سراغ تاریخ شاهان که از نظر اونا شاهنامه چون این جایگاهی داره یعنی شاهنامه در واقع تهش میشه به جای کتب دین عربی که میشود از نظر اونا مثلا قرآن این دوتا در مقابل هم دعوا در واقع دعوای عرب و ایرانی است مهمان امشب صفحه آخر آقای بهرام مشیری هستند خوش آمدید آقای مشیری به برنامه صفحه آخر درود بر شما درود بر هموطنان گرامی بینندگان شما آقای مشیری آیا این شاهنامه تاریخ شاهان است بذارین اول در واقع پایه رو بذاریم محکم بعد ادامه بدیم برنامه رو این یک مغلطه آگاهانه است یک مغلطه ناآگاهانه است در واقع یا اصلا مغلطه نیست شاهنامه در حقیقت تاریخ شاهان است و بس خواهش می‌کنم بله شاهنامه تاریخ در واقع سه بخش از شاهنامه ببینید این مطلبی رو که اشاره کردید خیلی درست بود ما یک محقق داریم به نام ترنر ماکان که در واقع نخستین مصحح شاهنامه است در اون روزگاری که در هندوستان زبان پارسی خیلی رایج بود و همه افتخار میکردن به این زبان میگوید من در هر مجلسی وارد شدم با در واقع دانش آموختگان که همه ادعا داشتن که شاهنامه رو میشناسند، وقتی من با اینا صحبت میکردم بی چند بیتی بیشتر نمیدانستند. و این مطلب درست است اما اینکه فرمودید که تاریخ شاهان هست نه یک توده عظیمی از میتولوژی ایرانی از روزگار باستان بر جای مانده بود که حاوی فرهنگ این سرزمین آرزوهای ملت، ایدئالهای ایرانیان چون میدانید که در واقع میتولوژی هماسه بسیار مهمتر از تاریخ است چون در میتولوژی هست که ایدئالهای ملت جلوه میکند و آرزوهاش و هاش، و تخیل او و شیوه تفکر او و اصاره فرهنگ رو شما در میتولوژی کشور میتوانید پیدا کنید بنابراین به شاهنامه که نگاه کنیم از ابتدا اساتیر اولین شروع میکند یعنی دوری که آریاییان آمده بودند به ایران زمین مثل دوران کیومرس و جمشید و تهمورس و اینها که استاد توسی به اختصار بسنده کرده و بعد بخش پهلوانی شاهنامه است که در واقع وقتی میگوییم شاهنامه در واقع به جهت اون که داستان داستانها و عالیترین عبیات استاد توستر اونجاست منظور ما هم بخش پهلوانی است اما بخش عظیمی از شاهنامه هم به تاریخ پرداخته است در واقع اون تاریخ هم در واقع خبری از تاریخ ارز کنم شیان در اونجا نیست از اشکانیان استاد میگوید من چیزی از اینها نشنیدم اما تاریخ ساسانیان در واقع تا اونجایی که در اختیار استاد توسی بوده توضیح داده این تاریخ رو و شاهنامه با جنگ قادسیه و شکست ایرانیان خاتمه پیدا می کند این به طور مختصر محتوای کتاب هست اما اون کسی که میگوید این کتاب تاریخ شاهانه است این یک مقالطه تعمیم جزب کل هست و ارز کنم که مایه ندارد این سخن شاهنامه حاوی فرهنگ ایران زمین هست نیکی های ایرانیان، بزرگواری های ایرانیان شیوه جنگ های ایرانیان، تلاش و پیکار ایرانیان برای سیانت از اون کشور و سیانت از مردم ایران و سرفرازی های ایرانیان و در آن حکمت هست فلسفه هست و کمتر چیزی در... از فضیلت های انسانی نمیتوان یافت که, که در شاهنامه نباشد به چند چند مطلب که نخستین اونها دادگری است و عدالت است و تا اونجایی که در واقع به فضیلت های انسانی مربوط است شاهنامه ریشه در اوستا دارد بسیار سپاسگزار آقای بهرام مشیری حالا من برای بینندگان عرض میکنم که نزدیک هفت سال کار مداوم کردن عمرشون رو گذاشتن البته خوب نتیجه بسیار مفیدی داد کار روی نسخه های مختلف شاهنامه و تدقیق و تصحیح این نسخه های مختلف در کتاب پانسد و چهل و شش, شش صفحه ای منتشر کردن به نام نقدی بر چابهای انتقادی شاهنامه و تصحیحی جدید از داستان رستم و سهراب یکی از در واقع انگیزه هایی که این برنامه رو گذاشتیم از آقای مشیری دعوت کردیم که تشریف بیارن انتشار همین کتاب هم بوده است که کتاب مهمی است آقای مشیری خواهش میکنم بفرمایید که این کتاب خودتون بگین که درباره چه موضوع است اجمالا خدمتون ارز کنم که این کتاب چند فصل نخستین کتاب در باب تاریخ نقد و تصحیح هست چون در باب این مطلب خیلی کم نوشته شده در زبان فارسی من ندیدم یک کتاب دو جلدی هست از مرحوم از استاد زرین کوب چیز زیادی نمیگوید یعنی شیوه ها نقد و تصحیح رو به وجه روشن بیان نمی فرماید بنابراین پرداختن به تاریخ نقد و تصحیح در اروپا و ایران و تاریخ در واقع چاپ های انتقادی شاهنامه از مور و ماکان و مسکو و دیگران و نمونه هایی از اینها پرداختن به بیوگرافی ناماوران تصحیح در در اروپا بررسی نقد و تصحیح در اروپا که در دوران قدیم چگونه بوده بعد از رنسانس چگونه بوده و بعد در ایران چگونه آمده است و بعد از اینها در واقع ما یک فصل داریم که مقایسه هست در واقع چاپ مسکو با به لغزش های مشترک با نسخه لندن چون اینها نسخه اساسشون نسخه لندن بود بسیاری خط و خطاهای نسخه لندن مستقیما وارد چاپ مسکو شده و بسیاری ضبط های صحیح لندن وارد چیز نشده وارد همین کار مسکوویچا نشده است و بعد عرض کنم که نگاهی هست به چاپ مول و ماکان که این دوتن عرض کنم که ماکان که قدیمترین هست و خط و خطه ها در اینها اما به تو خیلی گذرا چون اینها بسیار دیگه قدیم هستند و بعد یک نقدی هم از کار جناب آقای دکتر خالقی مطلق و بعد هم ما پردازیم در واقع به موضوع تراجدی و بعد دا داستان سهراب هست فردوسی و شعر او و مطالب از این دست اجمالا عرض کرد آقای مشتری این که میگن فلان دیوان تصحیح مثلا فلانیست است و فلان دیوان درباره بسیاری از دیوان‌های شعر و فقط دیوان‌های شعر نه درباره خیلی از کتاب‌ها کتاب‌های تاریخ کتاب‌های تحقیق کتاب‌های فلسفه قدیم یعنی <applause> چی یعنی فقط نسخه های دستی رو با هم مقایسه میکنن و بهترین رو در میرن، رو در میارن یا یا احیانا چیزی خودشون می یا چیزی کم این تصحیح در واقع به معنای علمیش که شما در آغاز کتابم توضیح مفصلی دادین یعنی چی خواهش کنم ببینید ارز کنم که وقتی یک نسخه صادر میشه از قلم نویسنده در روزگار قدیم در طی اعصار و قرون استنساخ های مکرر از این کتاب میشود و در ایران خب همچنین بوده در اروپا همچنین بوده به خصوص در ایران ما ما این ناسخان بسیار یا کاتبان بسیار بی داشتیم و غلطهایی رو وارد کتاب می کردن به شیبه به طرق مختلف فرض بفرمایید که اگر یک کاتب نشسته بود و در قرن ششم شاهنامه رو رونویسی می کرد اون لغت هایی را که نمی نمیفهمید و منسوخ شده بودند اینها را به لغت هایی که میفهمید تبدیل می کرد بعض اوقات اشتباه می کرد بعض اوقات از خودش و اگر کور سوادی هم داشت اندک شعری هم می توانست بگوید عرض می کنم که به خاطر انگ... انگیزه های مذهبی یا سیاسی از خودش می سرود و بر, بر کتاب می افسود. بعض اوقات وقتی که رو نویسی می کرد و مطلبی رو نمی فهمید می رفت از یک کتاب دیگر یک شاهنامه دیگری می آورد و از آن می نوشت در این کتاب به صلاحا می گویند که هوریزنتال کنتامینیشن این است که اکثر قریب به اتفاق نسخی که به دست دانشمندان ایرانی به ایرانیان رسید در عهد قاجار اینا پر بودن از غلطهای فاحش و لازم میاد اینها تصحیح بشود شما اگر نیک بنگرید بخش اعظم کوشش دانشوران ما صرف تصحیح این کتب شده است که البته این شیوه های مختلف دارد یکی از این شیبه ها شیوه اقدم نسخ هست یعنی نصحه میگردد و قدیمترین نسخه ها رو پیدا میکند و چند نسخه دیگر هم کنار دست میگذارد و بر اساس اون قدیمترین نسخه کتاب تصحیح میکند هر جا لازم آمد به قول قزوینی برای ترجیح جانبی بر جانبی از نسخه دیگر استفاده میکند این یک شیوه نقد تصحیح است شیوه دیگر ارز می کنم که شیوه استحسانی یا بهگزینی یا التقادی یا اکلکتیسیزم به قول زبان انگلیسی ها هست که مسحه چندین نسخه برگزیده رو مثلا فرض کنید در زمین شاهنامه فرض کنید نسخه قاهره نسخه سنت جوزف و لندن و اینها رو نسخه های تراز اول رو کنار هم میگذارد و نسخه‌های دیگر و در اینها می ببیند که ارز کنم که بهترین ضبط کدام ضبط است کهنترین ضبط کدام ضبط است کدام ضبط با منطق داستان سازگاری دارد و این رو شیوه بهگزینی و می‌گویند بله و یک شیوه, شیوه هم هست بله جانب بله. بفرمید بفرمید بله. شیوه شی... ش... بله, بله شیوه دیگر که خب مشهور هست شیوه کارلاخمان هست که دوزیش بسیار مفصل است در کتاب آورده ایم اما این شیوه در واقع به کار ما نمی رود به دلایل بسیار جینیالوجی شما بایستی بتوانید شجرتون نسب نسخ رو برپا بکنید ما چنین دسترسی به نسخ شاهنامه به عنوان مثال نداریم که بتوانیم کار رو خب من همین بود که از چه زمانی شاهنامه به صورت کتاب منتشر شد نسخه اصلی شاهنامه ای که فردوسی سرود در واقع اون کجا رفت از دست چه کسی به پسینیانش در واقع منتقل شد و بعد سرانجام منتشر شد و بعد شما نشستید و بر اساس اون, اون نسخ این کتاب رو تصحیح کردین خواهش من بفرم خدمتون عرض میکنم که نسخه اول رو که تعلیف معلف است رو اصطلاحا به هولوگراف میگویند این هولوگراف همیشه گم میشه یعنی خیلی خیلی نادر است که ما یک نسخه به دست بیاوریم به قلم شاعر قرن چهارم بسیار بسیار نادر است سهل است که ما از حافظ سعدی بزرگان سخن در ایران ما نسخه به خط اونها نداریم این است که اون هولوگراف گم میشه اینقدر هست که دوستان شاعر از دوستداران سخن او رفقا معمولا اینها یا دوستداران موضوعات کتاب اینها نسخه برداری می کنند ما نسخه به خط حکیم اول قاسم فردوسی نداریم در پایان کتاب اشارتی دارد و که این معلوم می کند که در زمان حیات او و ضمن سرودن شاهنامه بسیاری می آمدن و نسخه برداری می کردن. پایان کتاب می فرماید بزرگان و با دانش آزادگان نبشتند یک سر همه رایگان نظاره نشسته من از دورشان تو گفتی بودم پیش مزدورشان میگوید بزرگان و با دانش آزادگان توس یا خراسان می و کتاب مرا می گرفتند و رونویسی می کردن. طوری سحنه تجسم می کند که معلوم می دارد که این استاد در اتاقش بوده اونهایی که نسخه برداری میکردند در بیرون و بیشتر از یک نفر بودن احتمالا یک کسی میخوانده و دیگران می نوشتند و البته یک بیتی دیگر هم دارد که اشاره به فقر خودشون هست که میگوید که هیچ توجه هم به فقر من ندارن و هیچ کمکی نمی کنن. این اینها در واقع پراکنده شد و ما بین آخرین تعلیف شاهنامه که سال عرض که 400 هجری هست زهجرت شده پنج هشتاد بار که گفتم من این نامه شاهوار چون میدونیم ما دو تعلیف داریم از شاهنامه یکی تعلیف سی و هشتاد و چهار هست یکی تعلیف سال چهارصد هست تا سال شیستد که دویست و, و پنج سال خلع داریم هیچ نسخه ای در این در واقع تاریخ نداریم که بتوانیم بگوییم که قطعاً... چون تاریخدار نیستن تنها نسخه تاریخداری که می توانیم بگوییم که تقریبا می شود گفت که همون تاریخ صحیح هست نسخه 675 لندن هست بنابراین در این 275 سال ما نداریم حالا این نسخه نیمه کاری فلورانس هم هست 614 تاریخ داره ولی با این همه بیشتر از 200 سال اینا فاصله هست این است که در این دوره ها معلوم نیست که چه شده است و بعد نسخه هاش از زمان فرض کنید بعد از حمله مغول رو به ازدیاد نهاد تا ما میرسیم به روزگار صفوی که دیگه بیاندازه اندازه نسخه شاهنامه چی شد اما ما چند نسخه معتبر داریم که میتوانیم روی اونها حساب کنیم یک نسخه سنت جوزف هست، نسخه لینگراد هست عرض کنم این نسخه خوب در پاریس هست و نسخه لندن هست و اینها این اینها داره ضبط های کهن هستن یعنی میشود گفت که بس... نخستین نخستین شاهنامه نسبتاً کامل نسخه لندن که در 675 هجری و... تاریخ نسخه داره قدیم نسخه نسخه جامع تاریخ داره که در دست هست نسخه 675 لندن هست چند چند سال پیش یک شاهنامه بسیار بسیار مهم این کش شد در سنت جوزف لبنان که برگ آخر که حاوی امضای کاتب و تاریخ تحریر بوده قیچی شده اما به خاطر ضبطهاش می شود نتیجه گرفت که شاید از نسخه لندن هم قدیمی تر باشه اما چون تاریخ نداره ما به ذرس قاطع نمی بله. این را بگوییم مگر آزمون شد بله. حالا اجازه بفرمایید که یه مقدار بیایم به امروز اشاره بنده بکنم به چگونگی نگاه مسئولان جمهوری اسلامی به شاهنامه فردوسی تا بتونیم به دلیل ستم بر شاهنامه در واقع برسیم و بازگردیم خدمت آقای مشیری آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در فروردین 73 در جمع دی از فرماندهان و پرسنل ارتش دارن ایشون سخنرانی میکنن درباره فردوسی و شاهنامه میگویند حقیقت قضیه این است که فردوسی یک حکیم است تعارف که نکردیم به فردوسی حکیم گفتیم الان چند صد سال است که دارن به فردوسی حکیم میگویند حکمت فردوسی چیست حکمت الهی اسلامی شما خیال نکنید که در حکمت فردوسی یک ذره زر حکمت زردوشتی وجود دارد فردوسی آن وقتی که از اسفندیار تعریف می کند روی دینداری او تکیه می کند می دانید که اسفندیار یک فرد متعصب مذهبی مبلغ دین بوده که سعی کرده پاک دینی را در همه جای ایران گسترش بدهد تیپ اسفندیار تیپ حزب اللهی های امروز خودمان است آدم خیلی شجاع و نترس و دینی بوده است و بعد در ادامه وقتی شما شاهنامه را مطالعه می کنید بیمیدید که فردوسی روی این جنبه دینداری و تهارت اخلاقی اسفندیار تکیه می کند با اینکه فردوسی اصلا بنا ندارد از هیچ از آن پادشاهان بدگویی کند اما شما ببینید گشتاز در شاهنامه چه چهره ای دارد اسفندیار چه چهره ای دارد اینا صحبت های آقای خامنه ای است اینها پدر و پسر هستند گشتاس با اسفندیار فردوسی بر اساس معیارهای اسلامی به فضیلت ها توجه دارد در حالی که بر طبق معیارهای سلطنتی و پادشاهی در نزاع بین گشتاس با اسفندیار هم با شاه است به نیروی یزدان و فرمان شاه یعنی چه یعنی هرچه شاه گفت همان درست است اینا رو آقای خامنه ای میگه هی hey. بله هر چه شاه یعنی هرچه شاه گفت همون درست است یعنی حق با گشتاسب است اما اگر شما به شاهنامه نگاه کنید میبینید که در نزاع بین اسفندیار و گشتاسب در شاهنامه حق با اسفندیار است یعنی اسفندیار یک حکیم الهی است همین صحبت ها رو سال 81 حدود 7 سال بعد ایشون داره برای اعضای انجمن قلم جمهوری اسلامی میکنه بعضی از شخصیت های شاهنامه میگه که خیلی برجستن که اینها رو باید شناخت و استخراج کرد من یک وقت گفتم که اسفندیار مثل این بچه حزب الله یا امروز خود ماست در فرهنگ شاهنامه یک حزب اللهی قیور دینخواه مبارز وجود دارد اجازه بدین یک پیام از از دوستان فیسبوک صفحه آخر بشنویم برگردیم خدمت آقای مشیری در شاهنامه جاویدان حتی یک بار واژه الله و یا محمد و اسلام با هر نوع تعبیر به کار گرفته نشده حال باید گفت کجای این شاهنامه جاوید حکمت الهی است آقای مشیری آه، اگه بخوایم بازگردیم به استدلال آقای خامنه‌ای به داستان گشتاس با اسفندیار ایشون چقدر درست میگه من توصیه میکنم ایشون بپردازن به همون از کنم که مسائل عبادی و احکام صلات و این ها اگر این من می توانم سوگند که آقای خامنه ای به همه عمرش پنج دقیقه ظرف شاهنامه نکرده و اینجا مقالطه میکنه اصل مطلب را ایشون نفهمیده اینشون گمان کرده است که فردوسی نشسته از خود داستان سازی کرده و احکام اسلامی رو گرفته خیلی خیلی ایشون متاسفانه پرت از مرحله است مثل کارهای دیگرشون که میکنن مثل عرض کنم اتمسازی و سیاست مداری و این کارهایی که میکنن شاهنامه شناسیشون هم همون گونه است این بابا نفهمیده که فردوسی میراستار عرض کنم اسناد ملی است و به تکرار در شاهنامه آورده است پا و پایان داستان ها و یک جا میفرماید که این می از زبان خود فردوسی که براتون میخونم سر آوردم این رزم کاموس نیز دراز از و نفت آد از اون یک پشیز گر از داستان یک سخن کم بودی روان مرا جای ماتم بودی یعنی فردوسی یک کلمه از خودش وارد متون ملی نکرده اینها داستان های بودند به نام خدای نامه در روزگار ساسانی و بعد از شکست ایران به دست اعراب و اینها و بعد از اینکه ایرانیان دریافتند چه کلاه بزرگی به سرشان رفته و این مفاسدی که در واقع گستره شاب از درگاه خلفا و این ستمگری ها و موالی خواندن ایرانی ها و تحقیر ملت بزرگ تازه ایرانیان متوجه شدند که داستان چه بوده است ابتدا دست به شمشیر بردند شخصیت های بزرگی مثل ابو مسلم خراسانی و یعقوب لیس صفاری و بابک خورنمدین اینها در واقع ایران تنها کشور بوده که با... که در واقع در مقابل این اسلام ایستاده و در مقابل این کار عرب ایستاده و اینها بعد که از دو سو مورد حجوم دشمنان واقع شد یعنی آسیای مرکزی هم آمدن در واقع شمشیر رو آبیخته و دست به قلم برده و در اون روزگاری که فردوسی میزیست بزرگان خراسان، ایران دوستان، وطن دوستان اینها بران شدند که بیاین این اساطیر ملی رو زنده بکنن در زمان ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق سپسارار خراسان جمع شدن روات، صاحبان کتاب و این اسناد ملی رو جمعآوری کردند و در شاهنامه ابو منصوری آوردند و بعد فردوسی میفرماید فسانه کهن بود و منصور بود تبایع ز پیوند او دور بود میگه چون نصر بود گسترشی نداشت پروازی نداشت با طبع انسان در واقع نزدیکی نداشت این است که شعرهای بزرگی آمدند برای اینکه این کار رو به نصب کنند موفق نشدند فردوسی توفیق یافت و میخوام خدمت شما عرض کنم که شاهنامه تنها کتابی است که ابدا و مطلقا فضای سامی در این کتاب وارد نشده یعنی از همون ابتدای سخن که میفرماید به نام خداوند جان و خرد که در واقع این اصل خداشناسی زرتشتی است به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد اگر شما نگاه کنید به شاهنامه فردوسی از آوردن کلمات عربی که دارای بار ایدئولوژی اسلامی است تن زده مطلقا این کلمات را نمی آورد همونطور که ایشون اشاره کرد یک نقل قولی کرده یکی دو نقل قول از زبان سعد سعد ابن ابی سردار عرب که در اونجا یکی این دو, سه کلمه اسلامی آورده ایشون اما فضای شاهنامه فضای ایرانی است فرهنگی که رایگه می کند ایرانی حکمتی که عرضه می کند این استاد ایرانی است بذارین و آه, آه، مطلب مشیری اجازه بفرمایید یک کم با جزئیات پیش بریم فکر می بیشتر قابل فهم باشه اجازه بفرمایید که همین بله. نکاتی که شما میفرمایید من یکی دو نکته دیگر هست از مسئولان جمهوری اسلامی نقل بکنم در پیوند با فردوسی به این دلیل که تلاش به هر حال همیشه شده است که ارزش های ایران قبل و بعد از اسلام ایرانی منظورم به مفهوم هویت ملی مردم ایران این ارزش ها همیشه چه زمان خلافت قبلا بارها مثلا تو برنامه نوروزی صحبت کردیم با اسنادش که همیشه تلاش شده از توسط خلفای عرب که در ایران بودن خلفای اسلامی که بعدا ایرانی هم بودن تلاش شده است که همه این بار و ارزش و سنگینی در واقع فرهنگ ایرانی گفته شود که از دل آنچه که میگویند ادیان ابراهیمی در آمده است که درباره نوروز مخصوصا دیگه این رساله بسیار معروف است به فارسی که قبلا بارها دربارش صحبت کردیم که حتی از خلقت آدم عبالبشر تا زمان ظهور مهدی امام زمان رو میگن که در نوروز همه اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد خب این این جور چیزا به هر حال رابطه در واقع هم مقاومت فرهنگ ایرانی است در برابر در واقع کسانی که این رو کنارش بزنن بر خب دیدن نمیشه پس بیایم از آن خودمون بکنیم عرض کردم بارها اینو صحبت کردیم حالا شاید درباره باره فردوسی و شاهنامه هم چون این چیزی باشه از مهمان محترم برنامه بعدا خواهم پرسید ببینید علی اکبر ولایتی مشاور عالی آقا در امور بین الملل میگوید که فردوسی شاهنامه رو بر دو پایه به وجود آورد جوانمردی ایرانی و ائمه اطهار بشنویم برمیگرد ما میبینیم که بعد از پذیرش اسلام توسط مردم ایران و موقعی که مردم ایران دیدند که بنی امیه و بنی عباس بر روال پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم حرکت نمیکنند و طریق اهل بیت رو پیش گرفتند اولین کسی که در این زمینه کار کرد و مورد اقبال مردم گرفت و نواینده مردم بود حکیم ابوالقاسم فردوسی بود که شما نگاه میکنید ببینید ایشان با تمسک به اون جوانمردی ایرانی و اهل بیت علیهم السلام شاهنامه رو بنا کرد و این نقش بزرگی داشت در احیای مجدد فرهنگ ایرانی موحد ادامه اون ما با فاصله پنجاه سال ما دیوان علی نامه رو داریم که به سبک شاهنامه جنگ‌های های امیر علی علیه السلام رو به صورت حماسی در همون بحری که حکیم ابوالقاسم فردوسی سروده سروده است بله خب حالا اون داشته باشین آقای دکتر قلام حسین ابراهیمی دینانی شاید بشناسین ایشون در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه دارن در ایک کانال ها هم درس و هم حجره جوانی آقای علی خامنه‌ای در قوم ایشون هم توی یکی از برنامه های سیمای جمهوری اسلامی همین تقریبا همین حرف رو میزنه با این تاکید که اینم هم می که شاهنامه خردنامه است و من چه چجوری این دوتا با هم جور در میاد حال بذاریم بشنویم یک یگان هماسه است در جهان که توحید محضه ما هماسه ای توحیدی تر از هماسه فردوسی نداریم و اینم خصلت ایرانی ببینید ایرانیا ها, ها نوشتن کسانی که باستان شناسند و تاریخ گذشته رو خوب مطالعه کردند ایرانی ها از روزگار رو باستان خیلی معنوی بودند به معنویت خیلی علاقه مند بودند یعنی هر بشری معنوی است ولی ایرانی ها زوغ معنوی درشون خیلی شدید بوده و فردوسی مظهر یک ایرانی تمام آیاره این کتاب کتاب خرده خیلی زیباست بله آقای مشیر خواهش بله این مرد محترم من نمیدونم بسیار درست فرمودن ایشون تنها کسی بود که در میان این جمع خیلی خردمندانه و پخته صحبت کردن درست میگفتن مطالبی که میگفتن کاملا درسته در باب جوان مردی عرض کنم که عرب ما باید سی واقعا یک روز بنشینیم یا این ها رو تعریف بکنیم ببینیم آقا جوان مردی که اینها میگوین اصلا بوده آیا بین اینها جوان مرد پیدا می شده یا نه خدمت شما عرض می که جوان علیقان مردی میگن جوان مردی ایرانی و اهمه اطهار آه به هر صورت من اهمه اطهارش رو نمی دانم اما جوان مردی از ایران بوده در اون منطقه و داستان بسیار مشهوری است این قصه فتیان در روزگار ساسانیان که البته این دقت عرب دقت عربی است بسیار مشهور است من هموطنان را در واقع حواله میدم به کتاب از مرحوم سعید نفیسی بر جای مونده که تصوف به لحاظ فلسفی بررسی کرده در باب جوان مردان ایرانی صحبت میگه در خراسان وقتی کسی منزل می ساخت در رو باز می زاش و میخ میکرد در رو که کسی یعنی که این منزل به روی میهمانان باز است وقتی که مکتب تصوف خراسان در واقع قوام یافت و اون مکتب بغداد هم بر جای بود بسیار بسیار مشهور است در همه کتاب ها میبینیم به محضی که یک صوفی خراسانی میآمد به بغداد نخستین سوال این بود که ای شیخ جوان مردی چیست؟ جوان مردی چیست؟ این است که بعد, بعد این فتیان یا جوان مردان در سر سر ایران ارز کنم که گسترش یافتن به صورت یک حزب بودن برای کمک به مردم و مراسم مناسه خاص خودش رو داشت این از این ترم های اسلامی رو ما بس معنی کنیم وقتی میگوییم که مکارم اخلاق یعنی چه وقتی میگوییم که فتووت یعنی چی آیا و تقوا یعنی چی آیا می شود مثلا فرض کنید در یک روز 500 نفر آدم سر برید و جوان مرد هم بود فقط صرف این که اونها مخالف عقیده ما هستند این مفاهیم این گونه جوانمردی در اون چه جوانمردی ایرانی تعریف شده ما نیافتیم و از صورت این آقایان در واقع کارشان این هست که اون چه مربوط به ایران باستان هست رو از میان بردارن تحقیر کنن اینها اگر نتوانستن یک آزمایشی میکنن یک آزمونی میکنن اگر با مقاومت مردم روبرو شدن این است که سعی میکنن اون اثر رو به نفع خود مصادره بکنند، من مطمئن هستم اگر مردم ایران به این درجه از فهم و کمال نبودند که هستن اینها اثری از تخت جمشید به عنوان مثال بر جایی نمیگذاشتن چون اینها در واقع از مکتبی الهام میگیرند که کاملا مخالف مدنیت های پیش از اسلام هست و همه اونها را جهل و نادانی و کفر و اناد میشناسند البته خیلی. اول اوایل انقلابم هم آقای خلخالی بسیج کرده بود کلنگ برشته بود که بره تخچمشید خراب کنه خوشبختانه بود بله عاقل در قوم بود که جلوش گرفتن باری حالا درباره اون اهمیت هاریم که آقای ولایتی گفت در ادامه یکم یک سریعتر جلو بریم من خدمتون خواهم گفت ببینید در واقعیت چه میگذره جدا از حرفایی که از مسئولان یا محققان حکومت شنیدیم دبیرکل کل بنیاد فردوسی اظهار کرد بر اساس تحقیقات صورت گرفته در سال 1390 با همکاری جهاد دانشگاهی مشخص شد تنها چهار درصد دانشجویان کشور با شاهنامه فردوسی آشنا هستند چرا؟ چرا؟ چرا اینجوریه؟ بزنین یکی دو تا خبر بخونم بعد بریم سراغ همین پاسخ چراش حذف مجدد تصاویر شاهنامه از خیابان‌های مشهد چهار سال پیش در طی توافقی که میان شهرداری مشهد و مرکز اطلاعات فناوری سپاه انجام شد تصاویری از نصر شاهنامه در حوالی بلوار فردوسی مشهد رسم شد که از اقبال عمومی بسیار خوبی هم برخوردار شد اما به دلایلی نامعلوم شهرداری اقدام پاک کردن آنها کرد دیروز هم نقاشی, دی... نقاشی دیواری های مرکز فناوری اطلاعات سپاه در تقاطع بولوار خیام و فردوسی مشهد با اطلاع کامل شهرداری محو شد مدیر امور هنری شهرداری مشهد در این باره گفت با توافق جدید با سپاه این دیوارها به تصاویر شهدای مخابرات مزین خواهد شد اون که میگیم چرا چهار درصد دانشجو فقط فردوسی رو میشناسن آشنا با فردوسی و با شاهنامه خب حذفشون داریم میکنیم این یکی حذفش داریم میکنیم ببینین استاندار خراسان رضوی هم میاد میگه شاهنامه روایتی از دلدادگی فردوسی با ائمه اطهار است اون دیگه اصلا جواب مرد ایرانی رو نمیگه ببینین یه نگاهی هم بندازیم به این نوشته صفحه 13 کتاب فارسی دانشگاه پیام نور اساس اختلاف فردوسی و محمود غزنوی رو ببینیم میگه چی یک شیعی بودن فردوسی در حالی که محمود غزنوی سنی مذهب بود آی مشیری اولا مذهب فردوسی چه بوده و نگاهش به دین و مذهب چگونه بوده دوست محترم فردوسی آدم مذهبی نبوده این استاد ذهنیت دینی نداشته به جهت اینکه خردش برتر از این داستان ها بوده که ما اون رو دینی بخوانیم یا دینی نخوانیم نلتکه شاهنامه شناس معروف آلمانی میگوید این استاد ما به خواندن متون دینی علاقه ای نداشت یعنی فردوسی و در اینکه دین فردوسی چه بوده بنده فکر میکنم دین او ایران دوستی بوده و در واقع نیکی بوده است و اخلاق بوده است و دادگری بوده است و اینها اما به هر صورت در اون روزگار ای از وطن دوستان به جهت مخالفت با تنه اصلی اسلام که همون تسنن بود و روش رسول بود و روش خلفا بود اینها در واقع طریق همین رافضیگری رو پیش گرفتن یعنی در واقع شیعه گری بسیاری از ایرانیان بسیار که ارز بکنم نه نه تعدادی که فرض کنی بگویم یا درصد یا 40 در روزگار اما بودن روشنفکرانی که گرایش ها داشتند مثل حسنک وزیر یا رودکی که به یک نوع تشیع را چیز داشته است و فردوسی حالا بحث بسیار هست ما یک دانشمند بسیار مهم می داریم در باب شاهنامه شناسی و اون پروفسور شیرانی هندی است در یک جا ثابت میکند که فردوسی سنی است اما اون بخشی که ابیات بیهوده بسیار در ابتدای شاهنامه هست در, در شیعه بودنش اما اون در واقع ترجمه سفینت النجاد یا تفسیر سفینت النجاد که میگوید محمد در از کنم یک کفتاد کشتی در او ساخته همه بادبان ها برافراخته محمد به اندرون با،, با, با, علی و اینها این از فردوسی است اما مقصود فردوسی کارها نبوده این را هم به عنوان این که او رو به کفر و از و زندقه متهم نکنند شاید سروده در ابتدا گذاشته تازه بود. این کار رو هم کرده اما بعد پس از فوت او او رو نگذاشتن در گورستان مسلمانان به خاک و او رو در مک شخصش به خاک بنابراین اصولا پریروز هم یه عرض کردم شخصیتی مثل مولانا و حافظ و سعدی و حکیم فردوسی اینها بزرگتر از آنند که ما بگوییم اینا دینشون چی بود خب ببینید آیه, آیه مشیری عزیز چند جور در واقع شعرهایی هست که عبیاتی هست در شاهنامه که مورد بحثه یکیشو یک کمی شما اشاره کردین که میگه به گفتار پیغمبرت راه جوی دل از تیرگی ها بدین آب شوی چه گفتان خداوند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند نه که خورشید بعد از رسولان مهد نتابید بر کز بوبکر به عمر کرد آشکار را اسلام را آشکار بیا راست گیتی خلفای راشدین رو میگه تا میرسه به علی چارم علی بود جفت بتول که او را به خوبی ستایت رسول و باز میاد پایین تر نبی آفتاب و صحابان چون ماه به هم بسته یک راست راه منم بنده اهل بیت نبی ستاینده خاک و پای وسی و باز میاد پایین تر که محمد به دو اندرون با علی که شما اشاره کردین همون اهل بیت نبی و ولی یکی جور شعر هاست اینجور عبیاته این که این در آغاز همین شاهنامه که در دست ما هست این ابیات آیا از آن فردوسی است که اگر هست چرا و یکی دیگه ابیات دیگری هست که فرض بفرمایید درباره عرب ستیزی عرب هر که باشد به من دشمن است کجندیش و بدخو یا اهریمن است ز شیر شطور خوردن و سوسمار عرب را به جای رسیده از کار که فردکیانی کیانی کند آرزو توفو بر توی چرخ گردون توفو یا درباره زنان مکن هیچ کاری به فرمان زن که هرگز نبینی زنی رعی زن زن و اجده هر دو در خاک به جهان پاک از این هر دو ناپاک به و از اینها باز هم هست که شما بهتر میدانید خواهش میکنم بفرمایید که اینها آیا مال فردوسی است یا نه ببینید دوست محترم ابتدا سخن عرض کردم که شاهنامه دو تعریف از شاهنامه بر جاست یکی تعریف 384 یکی تعریف 400 بسیاری از این مطالبی که فرمودید در نسخه های قدیم شاهنامه نیست در بعض نسخه هم هست اما در قدیمترین ترین نسخه که نگاه میکنیم بسیاری از این عویات رو نمیتوانیم پیدا بکنیم اینجا, اینجا فردوسی به راه تسنن رفته یعنی همون گونهی که عرد تسنن محمد و بعد ابو بکر اینها رو میدن در جای دیگر میبینیم که ابدا و مطلقا از این ابیات خبری نیست اما همیشه هم مورد بحث خواهد بود در در بعض نسخه ها فقط همون داستان از کنم که سفینه هست و بقیه ابیاتی که شما خوندید نیست در بعضی نسخه ها هست این است که به ذرس قاطع نمی نظر داد به گمان مخلص این ابیاتی که شما خوندید ممکن است که یک کاتب اینها رو ساخته باشد و وارد کرده باشد یک جایی هم تا اون جای رفته در بعض این عبیات الهاقی که در باب علی و اینها هست که میگوید هر کسی که به علی معتقد نیست مادرش زنکاره اصلا ابدا در, در از افاف قدم فردوسی و ذهن او بسیار دور است که چنین داستانی بگوید این است که این بحث ادامه خواهد داشت و پایان ناپذیر است اما گمان مخلص این است که اصلا این داستان ها مد نظر فردوسی نبوده و هدف بزرگتری داشته اما در باب اون عبیاتی که فرمودید اینها در شاهنامه ها و, و, و نسخه قدیم پیدا نکردم مخلص و ندیدم همین از کنم داستان راجع به عرب ها که شما خوندید به شیر شطور اینها رو بنده ندیدم البته در بعض نامه ها در نامه که یزگر نوشته است به اومدای ایران در اونجا فردوسی از یزگر از نامه یازگیر نقل قول کرده اینکه از این مار خا و من چهرگان زدانایی و شرم بی بهرگان یه چند بیتی از این دست داریم اما زش این داستان به زیشیر شطر خوردن رو بنده ندیدم در این دستگاه قدیمی که دیدم تا امروز و زن و اجدهارم بنده ندیدم اینها عبیات الحاقی شاهنامه است اگر نیک بین کریم اینها از فردوسی خب. نیستن جسو بفرمایید یک پرسشی مشخص‌تر باز از یکی از دوستان فیسبوک صفحه آخر بشنبیم باز کردیم آیا شاهنامه که همکنون در ایران هست تحریف شده؟ اگه شده کدام بخش یا بخش از آن تحریف شده؟ و اساساً هدف از تحریف شاهنامه چه بوده؟ بله، بفرمایید آقای مشیر بله، ببینید شاهنامه کتاب بسیار مهمی بوده و وقتی این شخص داشت تنساخ میکرد این ممکن بود سنی باشه ممکن بود شیعه خیلی داغ و داغتشهی باشه بنابراین یا اینکه مقصود سیاسی داشته باشه و عبیاتی از خود میسرود و وارد آن میکرد یا سعی میکرد بخشی را حذف بکنند به عنوان مثال خدمت شما حذف میکنم یکی از بخش های زیبای اساتیری شاهنامه پیدایش جشن صده است که مبتنی است بر پیدایش آتش و ابیات درخشان فردوسی اونجا فریاد میزند که من از فردوسی هستم این رو از بعض شاهنامه قدیم انداختن خوشبختانه ما یک ترجمه عربی داریم از شاهنامه از بنداری اسفهانی که شاهنامه‌ای که در اختیار داشته از جمعی شاهنامه‌ای که در اختیار ماست امروز قدیمتر بوده اونجا به وضوح این داستان را آورده بنابراین کسی که این رو در واقع قطع کرده و از متن بیرون انداخته یک مسلمان داغی بوده که اونجا چون آتش رو کعبه گفته مثلا فرض فرماد یا پرستیدنش رو اشاره کرده در این مربوط هست به اساتی رو اولی نرس کردم و اون رو مقدس دانسته این بهش برخورده و اون رو برداشته بعض اوقات میامد و نگاه میکرد میدید که اه این کار اسلامی نیست ما باید این یه کاریش بکنیم پس این داستان مشهوری است من یکی دوبارم بهش به کردم در موضوع تحمینه آمدن او به اتاق خواب رستم شبی که مهمان او بوده از سر داستان رستم و سهرا تحمینه میگوید من عاشق تا هستم من در انتظار تو بودم چنین و چنان و با یک اتناب دلاویزی عشق خودش رو تو توجیه میکنه از قلم فردوسی بعد رستم او رو قبول میکنه و بعد سهراب حاصل در واقع اون معاشقه است در اونجا آمدند و گفتند که آقا این زنا کرده ما باید یه خاستگاری را بندازیم آمدند و ساعت سه بعد نصف شب بفرمود تا موبدی پرهنر بیاید بخواهد برا از پدر از سستی عبیات و رکا... رکاکت و برودتش پیداست که جعلیست و اساسا با داستان همخانی ندارد این است که مرحوم مینویی که شاهنامه تصحیح میکرد و این آمد گفت آقا این تقلبی است این اصلا ساختار کتاب رو خراب میکند بعد و بیراه ها به مرحوم اینوی گفتند بعد نسخه امی فلورانس که کش شد سنت جوزف این عبیات نیست واقعا ساختار داستان رو خراب میکنه زیبایی داستان و همه حرکت ها مبتنی بر این است که سهراب رستم پدرش را نمیشناسه نه اینکه عروسی را بیاندازین گذشته از این در یک از عروسی های شاهنامه ما آخوند و ملا نداریم بنابراین تحریف که میفرمایید بله دستگاری شده و این کوشش هایی که محققان کردن رو میکنن برای پاک کردن شاهنامه از این تحریف ها به کمک نسخه قدیم هست بله اجازه بفرمایید باز برگردیم به همون ماجرای دعوای کتاب هویتی ایرانیان و قرآن و این داستان ها پیام های یکی دو پیام فیسبوک از دوستان صفحه آخر از این جهت که شاهنامه سند هویت ایران و ایرانی است به چه طریق میتوان آن را به جای قرآن و نهج البلاغه و سایر متون عربی در متون آموزشی فرزندان ایران قرار داد <applause> چه دلیلی داره که شاهنامه رو در برابر کتابی مثل مفاتیح و جنان قرار بدیم؟ آیا این کار واقعیتی را در جرفای خود داره یا تنها عملی نسنجیده هست؟ آیا تاریخ کهن ایران دلیلی برای این کار پیش روی من میگذاره؟ خب دو تا نظر در واقع تا حدودی مخالف هم دیگه خواهش مورم آقای مشیری بفرم عرض کنم که در بابه ببینید آقای فلاحاتی گرفتاری بسیار هست یکی اون که در روزگار جدید که سیستم آموزش جدید آمد دستگاه پادشاهی از شاهنامه استفاده می کرد برای مشروعیت دادن به سیستم پادشاهی و توجه زیادی به آموزش این کتاب بزرگ نمی شود. آقا ما یک هومر داریم در یونان و ایلیاد به خصوص ایلیاد حالا اون اثر دیگرش هم بماند این ایلیاد جزء لاینفک سنت روشنفکری مغرب زمین هست از آمریکا تا انگلیس گرچه یعنی او یونانیست ولی اینها خود رو مغربی قربی میدن، اروپایی میدارن. در سطح دبستان ها و دبیرستان ها و دانشگاه ها ارز کنم که این تدریس میشه و همواره هومرشناسان بودند. از روزگار قدیم هنوز هم هستن متاسفانه در کشور ما به جهت اینکه این حکومت حق کسانی که بوده در دستشان نبوده یا دست استبداد بوده امروز هم گفتاد از دست اینها که اینها مایل هستند اونچه چه مربوط به ایران قدیم هست از میان ببرند و همه کارها رو اسلامی بکنند به زم خودشان این است که این کتاب حالا ما کاری نداریم اصلا به نهج الولاغه و اینها رو به بذاریم کنار این شاهنامه جایگاه خودش رو دارد و بایستی در نظام آموزشی کشور در واقع در دبستان ها در ها و در دانشگاه ها تدریس بشه و این مهمترین کتاب ماست ای شانو این که میفرمایند که با مفاتیح الجنان آقا بب 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 ببینید در دنیا بزرگان هستند دانشمندان هستند هر جا ارزشی رو دیدن بررسی کردن چگونه است که یک آدمی مثل ولف آلمانی که ایران هم نیامده سی سال عمر خودش رو صرف نوشتن فرهنگ شاهنامه کرده یا یه آدمی بزرگی مثل نولکه یا آدم بزرگی مثل ورف هن نمیدونم هرمان اته صدها دانشمندی دیگر که توجه کردن به شاهنامه شما مطمئن باشید اگر کتابی داره ارزشی باشد جهانیان محققان آدمهای دانشور تیزبین اینا در بابش صحبت میکنن تحقیق میکنن مفاتیح و جنان اصلا خنده آور واقعا یک کتاب دعاست و یک کتاب مراسم و که دینی و مذهبی است و به درد آدم های دینی می‌خورد که این رو بخوانند و داره ارزشی جهانی نیست یک،, یک،, کار لوکال هست در واقع که من فکر نمی کنم که در دنیای اسلام هم داره شهرتی باشد یا مثلا اهل تسنن هم به این توجهی کرده باشند یا بکنند و اینا نه که کار آخوندی است در واقع یکی از اولین کارهای آخوندی است همین مفاتی جنان وقتی بزرگتر شد و آمده شده به یا عرض کنم که هلیت المتقین و اینها داره هیچ گونه ارزشی نیست به نظر من خب صحبت این است که ببینین من خیلی کوتاه ازتون سوال بکنم این گرایش این این بر حال پرسش هایی که شد در حقیقت میدونین وقتی که سفره هفسین مثلا میبینین که بعضیا قرآن میذارن بعضیا مخصوصا برای مخالفت با جمهوری اسلامی حکومت دینی حاکم میان حافظ میذارن که نمیدونم مثلا هر کدومش اینا چه جایگاهی داره در سفره افسین یه همچین مقایسه ای در واقع شد از نظر دو نظر مخالفی که بنده عرض کردم از قول دوستان فیسبوک که اصلا آیا این در واقع دو سر افراطی قضیه به هر حال ممکن است که به همدیگه برستند یا اینکه نه چون این چیزی مطلقا قیاس ما الفارق است میدونین خب ببینید دوست محترم این... اینکه می فرمایید اولا باید ببینیم اینهایی که این صحبتها رو می چه کسانی هستند کدام تیپ و طبقه جامعه هستند اما... یک چیز مهم در سوال شما نهفته است این ایرانیت به گمان من ایرانیت با این دین سازگاری نداشته از ابتدا دوست محترم و مبارزه همواره بوده انتقاد همواره بوده از ابن مقفع تا کسروی و, و پور و اینها و تنها دیرد بنابراین بنده ملی مذهبی نمیشناسم در واقع ملی مذهبی مویسر نیست این در واقع اینی که شما اشاره کردین صورت واضحتر قضیه است اما عمقا که بیاندیشیم و بپردازیم به قضیه در که با هم جمع شدنی نیستند به همین دلیل هم هست که به همین دلیل هم هست که همواره کسانی بودند که در واقع فریادی در گلو داشتند و سعی کردند که بچه ایران رو بیدار کنند بسیار خوب آقای مشیری در پایان در این یک دقیقه فرصتی که داریم خواهش کنم بفرمایید که این کتاب نقدی بر چاپ انتقادی شاهنامه و تصیحی جدید از داستان رستم و سهراب رو این کتاب شما رو علاقمندان چگونه میتونن بهش دسترسی داشته باشن تهیه بکنن بفرمایید خواهش کنم این این انتشارات سرزمین جاوید هست و میتوانن هموطنان دفتر سرزمین جاوید زنگ بزنند من تلفن اعلام میکنم خدمتون که بتوانی زنگ بزنید تلفن 818 345 0607 زنگ بزنن با کد آمریکا با کد آمریکا بله 818 از کردم با کد آمریکا 818 345 0607 بسیار خوب بسیار بسیار سپاسگزار آقای بهرام مشیری در این یک ساعت بسیار کوتاهی که با شما بودیم ممنونم که در امشب صفحه آخر حضور داشتیم از شما سپاسگزارم دوست عزیز آقای فلحت. بله پرده آخر